حالا مولانا وارد عالم انسانی می شود و یک توضیحات روانکاوانه بسیار مهمی به ما می دهد که آدمیان چرا از اختیار خود می گریزند. خب این یک سوال خیلی فوق‌العاده مهمی است. به روانکاوان جدید هم شما مراجعه کنید می بینید که این سوال برای اونها مطرح است. اینکه اضطراب‌های آدمیان، دلواپسی‌هاشون و ملالت‌هاشون از چیست و اونها رو چگونه میتوان علاج کرد. این از نکاتی است که در روانکاوی جدید به قوت مطرح است و روانکاوانی مثل یالوم درباره او اندیشه بسیار کردند و مورد توجه بسیار قرار گرفتند. ریشه های این تفکرها رو و گاهی میشه گفت علاج های برتر آنها رو شما خصوصا در اندیشه های مولانا خواهید یافت. وقتی میگم خصوصا به خاطر این است که ما عارفان دیگر هم داریم مثل ابن عربی که او رو سلطان العارفین می نامند، اما وارد این گونه روانکاوی های ظریف نشده است. آدمی رو از این طریق وارد تفحص و تفقد قرار نداده است که تفقد احوال باطن بکند، تجسس در زوایای روح آدمی بکند، بلکه جناب مثلا ابن عربی در حضرات خمس بوتور بود و نردبان گذاشته بود و به آسمان رفته بود و اونجا رو میکاوید که چند حضرت وجود دارد و خداوند در چند چهره تجلی میکند و از در عالمی از این عالم به اون عالم و غیره. اما وقتی که نوبت به این زوایای روح آدمی میرسد، اون تاریک خانه روان آدمی، استاد مجرب کاردانی مثل مولوی برای ما بهتر میتواند از آنها پرده برداری کنند. سؤال این است و حالا مولانا در حقیقت یک فکت رو، یک واقعیت رو در باب عالم انسانی بیان می کند و بعد توضیحات خود رو در ذیل آن می آورد. اون فکت چیست؟ جمله عالم ز اختیار و هست خود می گریزد در سر سرمست خود، تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود می نهند. جمله دانسته که این هستی فخ است، فکر و ذکر اختیاری دوزخ است. می گریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شکر ای مهتدی. این چهار بیت بیان یک فکت است در باب زندگی همه آدمیان. یه آدمیان از اختیار فرار می کنند. جمله عالم، جمله عالمیان از اختیار و هستی خود فرار می کنند. به چه می گریزند؟ در سر سرمست خود، به مستی، به بیخبری و به غفلت می گریزند. نمی خوان هست باشند، آگاه باشند، مختار باشند. می خوان مست باشند، ناآگاه باشند، نامختار باشند. تا دمی از هوشیاری وارهند، برای فرار از هوشیاری یعنی از خودآگاهی چه کار میکنن؟ ننگ خمر و زمر بر خود مینهند. خمر یعنی شراب، زمر یعنی موسیقی، مزمار همون نیی که مینواز. امروز عربا مثلا به بوق میگن مزمار، میگن زمر یعنی بوق بزن. ننگ خمر و زمر بر خود مینهند، یعنی میرن یا شراب میخورن که مست بشن، یا یک نوع موسیقی هایی رو انتخاب میکنن که اونها رو سرمست کنند. البته این موسیقی ها اون موسیقی هایی نیست که مثل رباب یا نی که مولانا میپسندید و معتقد بود که اونها آدمی رو به عالم اصلی خود میبرد، اونجایی که ما از همونجا آمده این به این عالم و ما رو یاد فقر ذاتی خود میافکند. نه، اونها نیست. همین موسیقی های مطربانه ای که موجب غفلت میشود. پس ننگ خمر و زمر بر خود میدن. چرا؟ برای اینکه جمله دانسته، همشون فهمیدن که این هستی فخ است. فخ یعنی دام، دام. همشون دریافتند، به تجربه دریافتند که این زندگی زندانی بیش نیست، دام است. فکر و ذکر اختیاری دوزخ است. آدمی
تا فکر و ذکر اختیاری می کند، نه مجبورانه و ناآگاهانه، تا به خود است، به هوش است، برنامه می ریزد، فکر می کند، این خود را در دوزخ می یابد. می گریزند از خودی در بی خودی، از آگاهی در ناآگاهی می گریزند. چگونه؟ یا به مستی یا به شغل ای مهتدی، یا از طریق رفتن سوی مستی یا شغل، یعنی اشتغال، یعنی خودشون رو سرگرم میکنن. ورکوهولیک به قول اینا، اینقدر در کار خودشون رو غرق میکنن که از خودشون یاد نیارن. این از خود یاد نیاوردن، خود رو ندیدن، به خود نپرداختن و در خود نظر نکردن، کاری است که از نظر مولانا همگان میکنن، منتها به شیوه‌های مختلف. یکی خمره، یکی زمره، یکی مستیه و یکی چی از همه بالاتر، شغله، یعنی مشغل ایجاد کردن برای خود و خود رو سرگرم کردن که آدم فکر خود نکنه. پس ببینید، یک معضله ای رو به صورت یک فکت واقع مولانا در مورد آدمیان بیان میکنه، و اون که همه از اختیار میگریزن، از اختیار می گریزند، از آگاهی و خودآگاهی و هوشیاری می گریزند. چرا می گریزند؟ چون دانستند که این هستی فخ است و این زندگی زندان است. برای رهایی از زندان راهی که پیدا کردند این است که فراموش کنند که در زندانند، نبینند که در زندانند. مثل اینکه وقتی شما در خوابید دیگه فرق نمی کنه، در زندان باشد و بیرون زندان، وقتی مستید فرق نمی کنه. در بیداری است که آدم می فهمه که در زندانه، وقت این او رو می فشارن. پس بهتر است که ما این زندان رو نبینیم، نبینیم. برای اینکه زندان رو نبینیم، خودمون رو نباید ببینیم، برای اینکه خود ما در زندانیم بلکه عین زندان. این کلمه هست.